سرخط مهمترین خبرها. تلاش ها برای تصریح روند صلح. سخنگوی گروه طالبان میگوید گفتگاه های صلح در روزهای آینده سرعت خواهد گرفت و انتظار می رود که وارد مرحله مهم شود. آبادگی ها برای راه اندازی عملیات بزرگ تصفیوی نیروهای ارتش در شمال. مسئولان امنیتی از استقرار صدها نیروی کماندو و بسیج مردمی برای مقابله با طالبان و بازپسگیری مناطق در شمال کشور خبر می دهند. انتقاد صنعتکاران از پرچاوی های دوامدار برق. صنعتکاران میگویند که در دو ماه گذشته آنان روزانه بین 40 تا 50 میلیون افغانی متضرر شدند. و رسانه های روسی گزارش دادند که یک طیاره این کشور با 28 سرنشینش ناپدید شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز سه شنبه 15 ماه سرطان سال 1400 خورشیدی است که برابر است با 6 جولای سال 2021 میلادی. گفتگاه های صلح در روزهای آینده سرعت خواهد گرفت و انتظار می رود که وارد مرحله مهم شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مطرح کرده و گفته که این گروه تا ماه آینده طرح کتبی صلح را به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. در این حال وزارت دولت در امور صلح می گوید که گفتگاه های صلح از سر گرفته شده و نشست های گروه های تماس هر دو جانب ادامه دارد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد تا این روند نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان داشته باشد. از سوی هم دبرا لاینز در دیدار با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفته است که مذاکرات صلح باید حقیقی و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ در اولویت قرار دارد. در اوج جنگ ها میان جنگجویان گروه طالبان و نظامیان کشور، سازمان ملل متحد برای تسریع روند صلح آستین بالا زده است. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد به دوحه رفته و با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان دیدار و گفتگو کرده است. یوناما میگوید که خانم لاینز در این دیدار تاکید کرده که مذاکرات صلح باید حقیقی و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ در اولویت قرار گیرد. تلاش هیئت جمهوری اسلامی افغانستانی است تا این روند یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان داشته باشد و منتج به تامین صلح سراسری و پایدار در افغانستان شود. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه از ماه‌ها به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته است. تنها گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان هر از گاهی با هم دیدار می کنند، اما به جای مذاکرات واقعی تنور جنگ در سراسر کشور همچنان گرم است. نشستای گروه تماس دو تیم مذاکره کننده در دوحه ادامه داره. همچنان نشستای داخلی هیئت ما همه روزه صورت میگیره. در حالی که تمامی امیدها از گفتگوهای صلح به ناامیدی بدل شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که گفتگوهای صلح در روزهای آینده صورت خواهد گرفت و انتظار می رود که وارد مرحله مهمی شود. این عضو ارشد گروه طالبان این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مطرح کرده و گفته که این گروه تا ماه آینده طرح کتبی صلح را به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. تیم ما حاضر است، طالب است که صلح گفتگو نمیکنن. اونا پلان جنگ دارن و توقعی که دنیا از اینا داشتن، توقعی که مردم افغانستان داشتن، توقعی که حکومت افغانستان داشت این بودن که اینا با صلح بپیوندن و بیاین که از راه مذاکره مشکل خود حل کنه. ولی اگه اینا از جنگ راه حلش جنگ میبینن، دیگر مردم افغانستان مجبور است از خود دفاع کنند. این در حالی است که به دنبال آغاز روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، گفتگوهای صلح با بنبست مواجه شده و دامنه جنگ در کشور گسترش یافته است. شدت جنگ سبب شده تا شهروندان به ادامه گفتگوهای صلح بی‌باور شوند.
رئیس جمهور غنی میگوید که هیچ گونه معامله و اراده تسلیم دهی به طالبان وجود ندارد. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در نشست کابینه گفته است که اگر طالبان فکر میکنند که از ما تسلیمی میگیرند، 100 سال دیگر به این آرمان نخواهند رسید. آقای غنی افزوده است که مسئولیت خونریزی و ویرانی به دوش طالبان و حامیان آنها است. طبق معلومات ارک، رئیس جمهور غنی در این نشست درباره انکشافات اخیر در کشور، احیای قوای امنیتی و دفاعی، جلب و جذب در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه قطعات خاص، کماندو و قطعات سفردار معلومات داده است. رئیس جمهور غنی در این سخنان در حال رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال مطرح کرده است که طالبان حملاتشان را بر ولایت‌های کشور شدت بخشیدند. این گروه مدعی است که در دو ماه اخیر بیش از 100 ولسوالی را تصرف کردند. مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند که در جنگ تخار و سقوط ولسوالی ها در این ولایت برخی گروه ها و جنگجویان خارجی نقش دارند. مولوی عبدالله قراقوق والی تخار میگوید که جنگ جاری در این ولایت تنها جنگ طالبان نیست، بلکه جنگجویان خارجی به گونه قابل توجه در ناآرامی‌های اخیر در این ولایت دست دارند. به گفته او در سایر ولایت‌های شمالی کشور نیز جنگجویان خارجی در میان طالبان حضور دارند. از سوی دیگر همزمان با افزایش حمله‌های طالبان در ولایت‌های شمالی کشور، دولت تاجیکستان بیش از 20 هزار سرباز خود را در مرزهای جنوبی این کشور مستقر کرده است. نزدیک به یک ماه می شود که گروه طالبان حملات خیش را در شمال کشور افزایش دادند. در نتیجه این حملات بخشی از ساحات در ولایت های شمالی به تصرف طالبان در آمده است. در این بین شماری از ولسوالی های تخار نیز به دست طالبان افتاده است. مولوی عبدالله قرلق ولی تخار می گوید در نبرد های اخیر در این ولایت دست جنگجویان خارجی به گونه واضح دخیل بوده است. آقای قرلق علاوه می کند که در جنگ جاری در تخار و سایر ولایت های شمالی کشور هزاران جنگجوی خارجی زیر چتر گروه طالبان سرگرم درگیری با نیروهای امنیتی هستند. عمق توطئه و دسیسه شما در جریان است که بسیار بزرگ است. عقب از این جنگ تنها یک گروه مشخص طالبان نیست، بلکه عقب جوای طالبان جنگ افغانستان و پاکستان است. جنرال های پاکستانی رهبری میکنند، اداره میکنند. به اون لحاظ انشاءالله عملکرد جانب مقابل وساحات را که اونا در اختیار خود داره، نحوه برخوردشان را که ما که میشنویم خودش سبب از این میشه که مردم بالاخره به سطوح بیا مردم قیام بکنه، سادگی داشته باشه بکنه. همچنان آقای قلق علاوه میکند که وضعیت کنونی تخار در حال تغییر است و تلاش ها برای مهار ناامنی در این ولایت بیشتر شده است. او اطمینان می دهد که به زودی وضعیت به حالت عادی باز خواهد گشت. با تاسف که اتفاقا تغییراتی که در ولسوالی های ما رونما گردید، تنها اگر ما بگیم که این وضعیت پیش آمده در ولایت تخار است، بلکه در ولایت های مختلف دیگه هم چنین اقالات اتفاقات متاسفانه به وجود آمده، اما مطمئنن من گفته میتونم که این وضعیت حتما تغییر میکنه. به این حالت باقی نمی بونم. مطمئن هستم که انشاءالله ما از این حالت و از این وضعیت موجود که واقعتا مردم نگرانی خود تشویش خود دارن نسبت به آینده به عبور خواهیم کرد. اطمینان ما برای همه شهروندای مردم عزیز خود این است که ما همو با شمول سکتورهای امنیتی و دفاعی همو تمام توان و تلاش و زحمات خود به خرج می. از سوی هم شماری از فرماندهان خیزش های مردمی در این ولایت می گویند اکثر ولسوالی ها بدون هیچ نوع درگیری با تصرف طالبان در آمده است. یکی دو ولسوالی که مقاومت کرد و جنگ کردن، مثل بارک واری، مثل چهاب واری، مثل خوشیغار واری، ملا عمر. دیگر ولسوالی ها شما شایدش هستید که بدون جنگ و بدون یک سخن ولسوالی را اعلان کردن یا به دستور یا به دستور یا خستری کردن، هر کاری کردن. هم خواستن اولاد سوالی اینا کردن و تایی مرکز آمدن. باید در مرکز که آمدن یا قماندانی و تایی قماندانی رفته یا اردو و تایی اردو رفته. مردم های خیزش در گرد بیشی یعنی قماندان ها برای فعلا جمع هستن. با وجود اینها اما افزایش خشونت ها در دو ماهی اخیر در ولایت های کشور شماری از کشورهای منطقه را نگران کرده است. و تازگی دولت تاجیکستان 20 هزار سرباز خود را در مرزهای این کشور با افغانستان مستقر کرده است.
این اقدام به دلیل پیشروی‌های اخیر طالبان در حاشیه مرزهای جنوبی این کشور روی دست گرفته شده است. همزمان با این، عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز وضعیت امنیتی افغانستان را شکننده توصیف کرده و هشدار داده است که خونریزی در افغانستان ادامه خواهد یافت مگر اینکه جهان به آن توجه کند. ما وعده می‌دهیم بخشتان که ما به قطعه این سنگر اعلان نمی‌کنیم. چند بار دشمن آمده اینجا سرکوب شده و رفته و این بار هم بخشتان جواب دندان شکنش می‌دهیم، سرکوبش می‌دهیم. اول خدا هیچ وقتی این خاک این ناموس ما به دست نیروهای مخالف افغانستان تسلیم نمی‌کنیم به هیچ گونه. این در حالی است که اخیراً حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کرد که افزایش خشونت‌ها در افغانستان امنیت منطقه را تهدید خواهد کرد. نیروهای کماندو برای مقابله با طالبان در شمال کشور مستقر می شود. مسئولان امنیتی از استقرار صدها نیروی کماندو و بسیج مردمی برای مقابله با طالبان و بازپسگیری مناطق در شمال کشور خبر می دهند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی می گوید که طالبان یک جنگ اعلام نشده را آغاز کردند. و این افزاید که ساختمان شماری از ولسوالی هایی که در جریان دو ماه گذشته بعد تصرف طالبان در آمده بود به زودی تصفیه خواهند شد. جنگ ها در چندین ولایت کشور شدت گرفتند. طالبان در دو ماه گذشته عمدتاً در ولایت های شمالی تمرکز کرده و ده ها ولسوالی را تصرف کردند. در ولایت های تخار و بدخشان که طالبان در روزهای گذشته مناطق گسترده ای را در مواردی حتی بدون جنگ تصرف کردند، صدها سرباز و نیروی مردمی استقرار یافتند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که طالبان یک جنگ اعلام نشده را آغاز کردند و میافزاید که ساختمان شماری از ولسوالی هایی که در جریان دو ماه گذشته به تصرف طالبان در آمده بود به زودی تصفیه خواهند شد. اصلاحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگیم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازیر میکنن که حاکمیت نه، تعمیرا را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم. تشدید جنگ در شمال چندین کشور به شمول روسیه را وادار به مسدود کردن قنسولگریش در شهر مزار شریف کرد. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در گفتگو با وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانسته و گفته منطقی است که این وضعیت آشفتگی ایجاد می کند. مشاور شورای امنیت ملی کشور نیز با اشاره به مستقر شدن 20,000 سرباز تاجیکستانی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان پس از افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهای افغانستان خاطر نشان می‌سازد که حمله های طالبان بیشتر کشورهای منطقه به شمول روسیه را نگران ساخته است. تاجیکستان عسکر په جریان کې مو سره په تماس کې دوی ډیر زیات تشویش لري، د نامنۍ نه تشویش لري په افغانستان کې. دلته چې څومره د نامنۍ کېږي د سهار ټول هیوادونه تشویش لري. څو ورځې مخکې زه روسیې ته لاړم چې د هغوی هم د دې نامنۍ په اړه باندې ډیر زیات تشویشونه درلودل. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان در دو ماه گذشته حمله های خود را بر ولسوالی های کشور به شدت افزایش دادند. روز دوشنبه بیش از 1,000 سرباز افغانی در پی درگیری با طالبان به تاجیکستان فرار کردند. این امر باعث شد که تاجیکستان برای تامین امنیت مرزیش 20,000 نیروی احتیاطی را بسیج کند. در نتیجه انفجار موتربم در شهر قندهار یک تن کشته و بیش از 20 تن دیگر هم زخمی شدند. مسئولان امنیتی میگویند که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز سه شنبه یک آدم موتر بم گزارش شده قطعه نیروهای پلیس را در حوزه هفتم امنیتی شهر قندهار هدف قرار داده است. احمد ضیا ضیا معاون سخنگوی وزارت داخله گفته که در این رویداد یک پلیس جان باخته و 21 تن دیگر زخمی شدند که در میان زخمیان غیر نظامیان نیز شاملند. معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که مطربم گزارش شده مربوط به گروه طالبان بوده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار میگوید که مطربم گزارش شده از نوع مازدا بوده که قطعه 01 پلیس ملی را هدف قرار داده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. منابع امنیتی در شمال کشور میگویند که در نتیجه حملات نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت 16 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند.
محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفته که نیروهای دفاعی و امنیتی این حملاتشان را شب گذشته از طریق زمین و هوا راه اندازی کرده بودند. آقای رضایی افزود که در میان کشته شدگان ولسوالی نامنهاد، مسئول نظامی و فرمانده نامنهاد طالبان برای ولسوالی حضرت سلطان هم شاملند. در این حال عبدالمنیر رحیمی سخنگوی فرماندهی پلیس سمنگان از این فرماندهان و مسئولان نامنهاد کشته شده طالبان به نام های مولوی محمدی جندالله و مخدوم شریف یاد کرده است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. شماری از مقام های دولتی میگویند رسانه ها باید با توجه به منافع ملی از تبلیغات به نفع گروه های مخالف مسلح دولت خودداری کنند. آنان پیشرفت رسانه ها را در دو دهه پسین بی سابقه عنوان میکنند. میگویند رسانه ها در وضعیت کنونی میتواند گزینه خوبی برای انگیزه دهی به شهروندان کشور باشد. از سوی هم برخی از مسئولان فدراسیون ژورنالیستان افغانستان ادامه فعالیت رسانه ها را زمینه ساز تقویت پایه های نظام مردم سالاری در کشور عنوان می کنند. اما به باور مسئولان این فدراسیون رسانه های غیر قانونمند باید مورد پیگرد قرار گیرند. سرمایه گذاران از نبود برق در پایتخت انتقاد میکنند و میگویند در صورت عدم توجه و ادامه این روند به جاده ها ریخته و دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. شماری از صنعتکاران کشور میگویند که در دو ماه گذشته آنان روزانه بین 40 تا 50 میلیون افغانی متضرر شدند. شرکت برشنا اما ناامنی و جنگ در سراسر کشور را عامل اصلی پرچاوی های برق و کمبود برق در پایتخت میداند و میگوید که در دو ماه گذشته 41 پایه برق توسط ماین منهدم شده است. شماری از سرمایه گذاران داخلی و مسئولان فابریکات صنعتی امروز در یک نشست اعتراضی از نبود برق در پایتخت سخت انتقاد کرده، میگویند که در اثر بیتوجهی و کمکاری شرکت برشنا برق بیشتر از 500 فابریکه تولیدی در پارک های صنعتی چندین ماه می شود که قطع گردیده و این فابریکات با رکود مواجه شده است. اگر این مشکلات ما توجه جدی صورت نگیره، مسئولیت بار دوش ریاست برشنا می باشد و رئیس صاحب جمهور جناب اشرف غنی صاحب تقاضای صنعتکارا از این است که همیشه وقت شما میگه که ما صنعت افغانستان حمایه میکنیم، آیا حمایه کردن از پشت میدیا میشه؟ هر فابریکه ما روزانه یا ساعت 20 تن 25 تن الی 30 تن تولیدات می داشته باشند. متاسفانه بنابر نبود برق، بنابر نبود امکانات، اما ظرفیت هایی را که فابریکات در افغانستان دارند نمیتونه که استفاده لازم و مطلوبی داشته باشند. این صنعتکاران میگویند که در دو ماه گذشته آنان روزانه بیش از 40 تا 50 میلیون افغانی متضرر شدند و نظر به وصل چندین مرتبه برق تمام زیانشان در این مدت به بیش از 1 میلیارد افغانی میرسد. در پایو غرزیدلو در پایو غرزیدل تقریبا در شلم در روزینه، یعنی دختر نمخ که تر او سپوری په پارکای صنعتی کې دغه 15,000 کارګران چې د ورځې تقریبا چې موږ تخمینا حساب کړی یو پارکای صنعتی د 40 میلیون نه تر 50 میلیون افغانۍ پورې دا تاوان پورته کوي. رئیس انجمن صنعتکاران از ادامه وضعیت جاری و در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات حکومت و شرکت برشنا را هشدار میدهد. که تاسو باید ووزی یا مونږ زو هر پلان جوړې چې زه باید افغانستان فرار وکم، نو په دې لحاظ جدي زموږ دا غوښتنه ده، جدي چې باید د داخلي منبعونه په پارکۍ صنعتي ته برق ورکوي. او که ورې نه کوي نو زمونږ دا اختار دی، دوه خبرې زمونږ آپشن دی. اول تاسو ته بل نه تاویلو، ټولو دا فیصله کړې، بله ورځ مونږ جلسه ته دایره کړې چې بیا که چېرې تاسو مونږ ته منفي جواب راکړه بیا بل نه تاویلو چې چانه پوره کوئ ورې کوي ورته. او که چېرته دویم آپشن دا دی چې بیا مونږ سرکو ته راوځو په دې حالاتو کې، بیا که هر مشکل د یو صنعتکار دپاره پیدا شو یا خاصتاً د یو کارګر لپاره پیدا شو به مسئولیت تاسو په غاړه دی. با این حال مسئولان در شرکت برشنا میگویند که در دو ماه گذشته 41 پایه برق در کشور منهدم ساخته شده است. به گفته آنان شرکت برشنا یک شرکت خدماتی است و مسئولیت تامین امنیت پایه ها را ندارد. آنان تاکید دارند که حکومت و نهادهای امنیتی مکلفند تا جلوی افرادی که به تاسیسات عامه زیان میرسانند را بگیرد. دلیل هضم
ډیر غټ خساره سره مخامخ ده. مونږه شاوخوا د 15 کلو سپیر پارت په دغه دوه میاشتو کې مصرف کړی دی. مونږه یو څلوېښت پایې چپه شوي دي چې هغه خرید وخت پایې چې نن ارغندې کې دیدم شاوخوا یو دوه درې ورځې کې نور تکمیلېږي کارې، اما دا اطمینان نه لرو چې مونږه نور له دې واقعیتو نه خلاصېږو. په دې ارتباط د معامنیتي مشکلات او داخلي مشکلات چې پروان ولایت کې پیدا شوي دي، این در حالی است که در دو ماه گذشته چندین مرتبه در ولایت پروان و بخشهایی از کابل پایه های لین برق وارداتی از کشورهای ازبکستان و تاجکستان توسط افراد نامعلوم منهدم شده است. در خارج از کشور یک تیاره روسی با 8 سرنشین ناپدید شد. رسانه های روسی گزارش دادند که این تیاره نو EN-26 از شرق روسیه به سمت شهر پالانا در حال پرواز بود و ارتباط آن هنگام فرود آمدن با بخش کنترل قطع شده است. به اساس گزارش ها این تیاره متعلق به شرکت هوانوردی کامچاتکا بوده است. روسیه قبلا نیز شاهد سقوط تیاره بوده که باعث کشته شدن تعداد زیادی از مسافران شده است. در سال 2012 میلادی نیز یک تیاره همین شرکت در منطقه کوهستانی این مسیر سقوط کرد و منجر به کشته شدن همه سرنشینان آن شد. 16 کشور غیر اتمی جهان خواستار از بین بردن اسلحه اتمی شدند. نمایندگان کشورهای ابتکار استکهلم دیروز چهارمین نشستشان را در مادرید برگزار کردند. اشتراک کنندگان این نشست با نشر اعلامیه از نوع کشور دارای اسلحه اتمی خواست که ضرورت‌های معاهده عدم تکثیر اسلحه اتمی را برآورده کنند. مایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در این نشست گفته است که دور کردن اسلحه اتمی ممکن و یک امر دارای ضرورت فوری می باشد. این اجلاس که به سطح وزیران خارجه برگزار شد از اعلام گفتگوی واشنگتن و مسکو برای کنترل اسلحه نیز استقبال کرد. رهبران آمریکا و روسیه تاکید کردند که از رویارویی اتمی ولو به هر قیمتی که باشد باید جلوگیری شود. انگلا مرکل درباره پیوستن کشورهای بالکان به اتحادیه اروپا دیدگاه مثبت دارد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید که به 6 کشور بالکان غربی به خاطر دلایل جیواستراتژیک به عنوان کشورهای عضو آینده اتحادیه اروپا مینگرد. خانم مرکل پس از نشست مجازی با رهبران کشورهای بالکان دیروز به خبرنگاران گفت که این به نفع اتحادیه اروپا است که روند شمولیت این کشورها را سرعت ببخشد. خانم مرکل در سال 2014 میلادی به هدف ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای برنامه‌ای را تحت نام روند برلین روی دست گرفت و به خاطر ادغام کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا راه اندازی شد. در نشست مجازی روز گذشته رهبران صربستان، لیبیا، مقدونیای شمالی، بوسنی، کوزوو، مونتینگرو و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شرکت کردند. و لیتوانیا اپوزیسیون بلاروس را به رسمیت شناخت. حکومت لیتوانیا اپوزیسیون بلاروس به رهبری سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس را به رسمیت شناخت. بر علاوه سویتلانا تیخانوفسکایا شماری از مخالفان رژیم این کشور هم در تبعید به سر میبرند. لیتوانیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است به خاطر شنیده شدن صدای این افراد به دفتر اپوزیسیون بلاروس در این کشور موقف رسمی میدهد. وزیر خارجه لیتوانیا دیروز با نشر خبرنامه نگاشته است که نمایندگی اپوزیسیون بلاروس در این کشور یک موقف رسمی پس از این دارد و ابراز امیدواری کرده است که با این اقدام به اعضای اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرند همکاری کرده باشد تا صدای آنها شنیده شود. وزیر خارجه لیتوانیا گفته است که اپوزیسیون بلاروس به رهبری خانم تیخانوفسکایا در برابر رژیم الکساندر لوکاشنکو مبارزه میکند و این مبارزه برای آینده مردم است. وی میگوید با آنکه موقف رسمی دفتر رهبری اپوزیسیون بلاروس مانند ماموریت‌های دیپلماتیک امتیازات کامل نخواهد داشت، اما به گفته او مشروعیت کامل دارد. لیتوانیا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر رژیم الکساندر لوکاشنکو در بلاروس شده است. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.